کتایون ریاهی با اشتراک پستی سعید پورصمیمی رو متهم به تجاوز و تعرض جنسی کرده. سعید پورصمیمی با رد این اتهام گفته که از تمام کسایی که این خبر رو بدون سند و مدرک منتشر کردن شکایت میکنه. سلام دوستان همراه، به کانال یوتیوی خوش اومدید. اگر به خبرهای ترند علاقه من هستید، کانال ما میتونه انتخاب خوبی برای شما باشه. پس اگر تمایل داری از ویدیوهای جنجالی آینده جا نمونی، همین حالا دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله کنار رو هم فعال کن. سعید پورصمیمی این روزها توی فرانسه و توی جشنواره کنه 2022 به سر میبره و کاندید بهترین بازیگر نقش مکمل در فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستاییه. اون سالهای زیادیه که در عرصه بازیگری فعالیت داره و در فیلم و سریالهای زیادی به ایفای نقش پرداخته. قضیه از اونجایی شروع شد که کتایون ریاهی در اینستاگرامش نوشت 25 سال پیش من و یکی از همکارانم به دلیل اتهاماتی واهی مورد بازجویی قرار گرفتیم. در اون زمان داوود رشیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما بود و سعید پورصمیمی هم بازجو بود و از موقعیت خودش سوء استفاده کرده و به من تعرض کرد. روزهای بسیار سختی بود و من هیچ وقت این موضوع رو بیان نکردم، اما حالا بعد از گذشت 25 سال هنوز روح و روانم از این اتفاق تلخ التیام پیدا نکرده. به یاد داشته باشیم که ثروت و شهرت و قدرت اگر مهار نشه و اگر قانون مقتدر نباشه، این فساد میشه و توی کشور حکومت میکنه. کتایون ریاهی با انتشار تصویر دیگه به این ماجرا پرداخت و مدعی شد که بعد از 25 سال سکوت خودش رو شکسته. کتایون ریاهی با انتشار عکسی از بازیگران و کارگردان فیلم برادران لیلا در جشنواره کن که سعید پورصمیمی و ترانه علی دوستی نیز در میان اونها بودن نوشت بعد از 25 سال سکوتم رو شکستم. واکنش های زیادی دریافت کردم، اما گویا مصلحت اندیشی در کن باعث شده 800 زن نسبت به استوریام بی عکس العمل باشند. بعد از انتشار این پست جنجالی و اتهام به سعید پورصمیمی، خانم پریزاد سیف کارگردان و بازیگر تئاتر که همکاری 16 ساله با سعید پورصمیمی داره، از قول ایشون در مورد اتهام تعرض به کتایون ریاهی واکنششون داد و گفت ایشون اهل رفتن در فضای مجازی، حتی موبایل هم ندارن و در جریان هیچی نبودن، الان در حال جمع کردن مدارک و اینها هم هستیم که ایشون به محض برگشتشون یک شکایتی رو ترتیب بدیم که در اون دقیقا از این خانم خواسته بشه که واضح صحبت کنن. قضیه مربوط به 25 سال پیش هستش. 25 سال پیش سرکار خانم ریاهی سر یک سریالی بودند که من ترجیح میدم اسم سریال و کارگردان رو نگم. سر این سریال که بودند، درست زمانی بود که اولا آقای داوود رشیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما نبودند، رئیس انجمن بازیگران بودند. آقای پورصمیمی سالها داور خانه سینما بودند. ایشون در اون زمان گزارش های بسیار زیادی از پشت صحنه فیلم برداری این سریال به خانه سینما رسیده میشه. تمام اعضای اون سریال، بازیگرها، عوامل دیگر که همشون هم آدمهایی که الحمدلله بیشترشون در قید حیات هستن و این قضیه رو میدونند و این اخبار و این گزارشات و این شکایات به دست خانه سینما میرسه و قاعدتا به دست کی میرسه؟ به دست داور خانه سینما برای تمدید کارتشون یا ادامه این عضویت و این حرفا. به هر حال ایشون رو میخوان اونجا که خانم محترم، از شما این شکایت ها شده و قضیه اصلا قراری که در محدوده سینما حل بشه و حرمت اینها نگهداری بشه و هیچ کس به جای بیرون از این ماجراها کشیده نشه و جای واگو نشه،
داوود رشیدی تشریف داشتن، آقای پورصمیمی تشریف داشتن و از ایشون همین سوال ها میشه. ایشون تنها کاری که میکنن اینه که عضویت خانم کتایون ریاهی رو از خانه سینما موقتاً لغو میکنن، یعنی در واقع ایشون رو اخراج میکنن بر اساس اون صحبت ها و حرف ها و رسیده ها شنیده ها. و من این رو میخوام بدونم در خانه سینما، در اتاقی که آقای داوود رشیدی هم حضور داشتند و حالا کسان دیگه نمیدونم، ایشون از موقعیت خودش استفاده کرده و به خانم ریاهی تعرض کرده. کلمات بار معنایی قضایی دارن، هر کلمه ای معنای خودشو داره. ایشون با هوشمندی تمام کلمه تجاوز رو به کار نبرده، کلمه آزار جنسی، خشونت جنسی رو به کار نبرده، اما در مورد تعرض هم توضیح نداده، چون حداقل مخاطب عام فضای مجازی وقتی یک پستی رو که به میتو هم اتفاقا و اون 800 خانم سینماگر خانه تئاتر و سینماگر هم ارجاع میشه، تعرض هم تجاوز میبینن. آقای پورصمیمی صحبتی که با من کردن این دقیقاً چیزی که گفتن، گفتن اگر اخراج این خانم معنیش تعرضه پس من تعرض کردم. در زندگیش آدم پرهیاهویی نیست، یک زندگی خاص خودش داره و با تنهایی خودش حال میکنه و حالا خصوصیات اخلاقیشون اون چیزی که من ایشون رو میشناسم، من همیشه حتی تو پست اینستاگرام هم اینو گفتم، ایشون برای من مصداق این شعر حافظه: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود بود، از آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ایشون با من چندین کار کردن سر یه چیزایی، مثلا من شاید عصبانی بشم، ایشون میگه ولش کن، اصلا مهم نیست این چیزا. و من چیزی رو که میخوام بگم شاید براتون جالب باشه، شما میدونید اصلا ایشون دلش نمیخواست بره کن، یعنی وقتی گفتن کن گفت خیلی خوب. و تمام مدت آقای روستایی و بقیه خب دوست داشتن که ایشون تشریف ببرن و ایشون در انتها میدونید چه صحبتی با من کرد؟ گفت من ترجیح میدادم اینجا باشم چون یه سری گلدون کاشتم و میخوام به گلام برسم و چند تا نمایشنامه نصف کاره دارم و کتاب نصف کاره، حالا کن میخواد چه اتفاقی بیفته. و در طول عمرشون نشون دادن به دنبال توجه جلب کردن نیستن و اصلا خیلی آدم وارسته ای هستن. همون دیشب به ایشون که گفتم این خانم یه استوری گذاشته، هنوز استوری دوم و پستش رو نذاشته بود، گفتن نه اصلا. و حتی به من برگشتن گفتن خواهش میکنم به همه کسایی که به من لطف دارن بفرمایین که از من دفاع هم نمیخواد بکنن، برای اینکه این خانم اینو گفته که دیگران براش این حرف رو زده بشه و هی اسمش تکرار بشه. گفت ببینید من برای بنی بشری چیزی رو توضیح نمیدم، این صحبت خودشونه. حالا باید منتظر باشیم که آقای سعید پورصمیمی از سفرشون برگردن تا ببینیم عاقبت این ماجرا به کجا ختم میشه. بیاین که مقدار در مورد جنبش میتو براتون بگم. جنبش میتو یا من هم به نوعی بر بازگو کردن مصادیق آزار جنسی و تجارب افرادی که تحت تأثیر خشونت جنسی قرار گرفتن. این جنبش ابتدا در سال 2006 به راه افتاد و در اواخر سال 2017 زمانی که چندین بازیگر مشهور در اروپا و آمریکا در مورد بیان تجارب خودشون در زمینه آزار و اذیت جنسی در صنعت سینما شروع به کار کردن، به صورت آنلاین و به عنوان یک جریان اصلی مطرح شد. طرفداران جنبش برای تاثیرگذاری بیشتر در تغییرات اجتماعی و به اشتراک گذاشتن تجربیات خودشون میزان شایع آزار و اذیت جنسی رو آشکار میکنن. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون، لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت بذارید.